اینجا مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت ایرانیان تجمع اعتراضی را برگزار کردند در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی. در واقع یکی از اهداف تجمع کنندگان در اینجا حمایت از زندانیان سیاسی هست، مخصوصا فعالین سیاسی که در طول این خیزش انقلابی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند و تجمع کنندگان در اینجا عکس‌های زندانیانی همچون حسین رونقی، سامان یاسین و توماج صالحی رو در دست دارند به عنوان زندانیان تاثیرگذار در این برهه زمانی. این تجمع توسط کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برگزار شده. الان یکی از برگزار کنندگان این تجمع در کنار من هستند. خانم میرسالاری، برای ما بگید هدفتون از برگزاری این تجمع چیه؟ ما اینجا هستیم تا صدای بازداشت شدگانی باشیم که طی این بیش از دو ماه انقلابی که در ایران صورت گرفته در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی دارن شکنجه میشن و ما خواهان این هستیم که سازمان حقوق بشر صدای ما مردم رو بشنوه و بدونه که داخل ایران دارن مردم رو اعدام میکنن و نذارن این اتفاق بیفته. سپاسگزارم خانم میرسالاری. من با تجمع کنندگانی که در اینجا بودن صحبت میکردم میگفتن که جامعه جهانی نباید اجازه کشتار به جمهوری اسلامی بده، مخصوصا در این روزها که رسانه‌های جهانی تمرکزشون بیشتر بر روی جام جهانی فوتبال هست. جمهوری اسلامی در برخی از شهرهای کردستان، مخصوصا در شهر جوانرود، مرتکب جنایت علیه بشریت شده.